واکنش ها بلد و کوب غیر نظامیان در پنجشیر آسی، این کار فقط تخم جنگ داخلی را خواهد کاشت. شدت جنگ شمال، چرا طالبان در جنگ پارتیزانی پنجشیر و اندراب شکست خوردن؟ مخدوم عالم عملیات برای ترور و رهبران شمال را عملا آغاز کرد و قطعه گرگ مارشال دوستم عملیات نظامیش را در شمال آغاز کرد. مشروع خبرها، گزارش از سایت رسمی آماج نیوز. نشر نوار تصویری از تحقیر و لطکو به شمار از مردم در ولایت پنجشیر از سوی طالبان به اتهام همکاری با جبهه مقاومت با واکنش‌های تند چهره‌های سیاسی، فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. تمیم آسی، معاون پیشین امور پلیسی و استراتژی وزارت دفاع در واکنش به این عمل طالبان گفته است که رفتار طالبان با غیر نظامیان در پنجشیر فقط تخم جنگ داخلی را خواهد کاشت. او افزوده است که رفتار طالبان به گونه است که حتی با اسیران جنگی این گونه رفتار صورت نمیگیرد. از سوی هم رامین خلیلی، فعال سیاسی، در مورد بلد و کوب مردم از سوی طالبان گفته است که این ظلم و بی‌حرمتی به پاسخ نمیماند. او علاوه کرده است طالبان به دنبال شکست و تلفات سنگینی که در جنگ های اخیر با مقاومتگران در پنجشیر دادن و برای جبران شکست و گشودن عقده های قومی خود این گونه با مردم رفتار میکنند. از سوی دیگر صابر امیری، فعال رسانه‌ای، گفته است با آنان به خاطر پنجشیری بودن چنین رفتارهای زشت می شود. امیری تصریح کرده است که اشخاص موجود در ویدیو نه عضو و نه ربط به جبهه مقاومت ملی دارند. با این حال یک کاربر شبکه‌های اجتماعی دیگر نوشته است تاجکان تاکای خاموشی و محله‌گرایی نام برده در ادامه این عمل طالبان را نسل‌کشی تاجکان توسط پشتون‌ها در پنجشیر عنوان کرده است. این واکنش ها در حال مدرسه می شود که در روزهای اخیر درگیری ها میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر شدت گرفته و جبهه مقاومت از تصرف چند ولسوالی در این ولایت خبر داده است، موضوعی که طالبان آن را رد کردند. شدت جنگ شمال، چرا طالبان در جنگ پارتیزانی پنجشیر و اندراب شکست خوردن؟ گزارش از سایت رسمی آماج نیوز. با آنکه طالبان هر گونه فعالیت جنگی مقاومتگران را در برابر خودشان رد کرده و شایع میپندارند، اما به نظر میرسد با فرارسیدن فصل بهار استادگی در برابر طالبان در ولایت‌های مختلف شمالی کشور اوج گرفته است. درگیری‌های پنجشیر، اندراب و تخار از نمونه‌های تحرکات زر طالبان به حساب می‌رود. تحرکاتی که فرستادن نیروهای تادندان مسلح، قطعات انتحاری و چرخبال‌های نظامی طالبان را به همراه داشته است. اما چرا طالبان در جنگ پنجشیر و اندراب موفق نیستند؟ یک فرمانده ارشد جبهه مقاومت با آماج میگوید که یکی از دلایل اصلی ناکامی طالبان در جنگ پنجشیر و اندراب نارضایتی نیروی جنگی ترک‌تبار طالبان در شمال است. این فرمانده کارکشته نظامی پیشین که در جنوب افغانستان سالها با طالبان جنگیده میگوید که پس از زندانی شدن مخدوم عالم برکناری مولوی عمری از قول اردوی شمال، مولوی نورالدین از ولایت تخار و صلاح الدین ایوبی از سمت نظامیش، دیگر انگیزه برای جنگیدن در میان ترک‌تباران در برابر جبهات جنگی ضد طالبان در شمال باقی نمانده است. این فرمانده نظامی مقاومتی میگوید که اعتماد میان رهبری جنگی طالبان و طالبان ترک‌تبار شمال وجود ندارد و طالبان پشتون نیز با جغرافیا و وضعیت جوی پنجشیر اندراب ناشناند. با گفته او این موضوع سبب شده است که طالبان موفقیت در جنگ پارتیزانی نداشته باشند. از سوی دیگر یک فرمانده پیشین ارتش میگوید که جغرافیای شمال از لحاظ قومی فرهنگی مناسب جنگ برای غیر خودی ها نیست و همین سبب شده که چریکی های بومی در جنگ های گوریلایی موفق ثابت شوند. یک فرمانده جنگی طالبان نیز در گفتگو با آماج میپذیرد که یکی از دلیل های ناکامی طالبان در جنگ پنجشیر اندراب موضوع قومیت است. به باور او دیگر فرماندهان غیر پشتون طالبان بر حاکمیت پشتونی طالبان باور ندارند و به همین منظور دیگر آماده نیستند برای یک ساختار قومی بجنگند. اما این فرمانده ارشد طالبان از فساد در رده های میانه طالبان نیز یاد کرده و میگوید که در پنجشیر فساد به اوج آن رسیده.
و مقام‌های ارشد ملی در آن شریکند و این باعث شده که به جای تمرکز به جنگ در برای مخالفان همه به فکر جیب باشند. در همین حال نظامی پیشین کماندوی ارتش در گفتگو با آماج میگوید که اراضی در تمام ساحات شمال به ویژه اندراب و پنشیر تخار و بدخشان به نفع طالبان نیست. او میافزاید ممکن جنگ در این ساحات برای چند روز ممکن باشد، اما برای هفته و ماه حمایت لوجستیکی و اکمالاتی نیروی منظم در مناطق کوهستانی دشوار و حتی ناممکن است. محمد شفیق همدم در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: فرمانده طالبان بعد از رهایی از زندان دوباره فعال شده است. گفته می شود که افراد آقای مخدوم عالم در شمال کشور برای دستگیری و ترور مقاومتگران و حامیانشان آمادگی می گیرند. ایشان همان فرمانده طالبان است که چند قبل توسط طالبان بندی بود و مردم برای رهاییشان به جاده ها ریخته بودند. ناصر فرزام همچنان در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین گزارش می‌دهد: قطعه گرگ به رهبری مارشال دوستم در ولسوالی برکی ولایت بغلان در یک پیام ویدئویی اعلام موجودیت کرد. تحلیل و گزارش خبرگزاری افق، نویسنده حامد احمدی. عنوان: حجاب اجباری، زنان چگونه حذف می‌شوند؟ محدودیت های تازه به سرعت افغانستان را به دوران اول حکومت طالبان باز می گرداند، دورانی که در آن زنان حق کار، تحصیل، سفر و مشارکت در روند های سیاسی اجتماعی را نداشتند و صرفاً باید به مثابه یک شی در تملک مردان می بودند و درباره جزئی ترین مسائل زندگیشان از آنان اجازه می گرفتند. وزارت امرالمعروف و نهی از منکر طالبان در پاسخ به واکنش‌های منفی گسترده به اجباری شدن حجاب اسلامی برای زنان از سوی این وزارت اعلام کرده که پوشیدن برقع اجباری نیست و آنها می‌توانند از چادر و سایر پوشش‌های اسلامی استفاده کنند. این در حالی است که تصمیم تازه طالبان اعتراض و انتقاد و نگرانی شدید سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری را برانگیخته است. سخنگوی وزارت امرالمعروف طالبان اما از کشورهای غربی خواسته که به قوانین افغانستان احترام بگذارند، زیرا به گفته او افغانستان هم به قوانین آنها احترام میگذارد. ریچارد بند، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، اما گفته است که طالبان گام به گام حقوق انسانی زنان را محو میکنند. آنتونیو گودریج، جبریکل سازمان ملل، هم درباره این تصمیم ابراز نگرانی کرده است. یونما خواستار ملاقات فوری با مقامات طالبان شده تا در مورد وضعیت این تصمیم شفاف سازی شود. این نشان می‌دهد که حجم سنگین از فشارها بر طالبان در جریان است تا بر این تصمیم خود تجدید نظر کنند و یا فرمان سرگیرانه خود درباره حجاب اجباری را مورد تعدیل قرار دهند. کارشناسان هم معتقدند که تجربه نشان داده است که فشارها تأثیر بر موضع طالبان نخواهد داشت. آنها در گذشته همواره ثابت کردند که اصول متسلبانه ایدئولوژیک خود را فرای هم منفعت سیاسی دیگر می‌دانند و در برابر آن کوتاهی نخواهند آمد. جزئیات این خبر را می توانید در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئویمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما.